سوال بعد، در یک سلول الکترولیتی دارای مقدار کافی از آژنوسه که نیم واکنش آنودیان اکسایش آب پایین نوشته باشد و نیم واکنش کاتودی کاهش یونهای آژه مثبت است، اگر حجم الکترولیت برابر 3 لیتر بوده و 0.3 مول الکترون از آن عبور کند، پهاش محلول باقی مانده و وزن نقره تولید شده به تقریب برابر چند گرم است. خب بریم اول موازنش کنیم با هم دیگه. موازنه این میشه 2 میشه 4 میشه 4 میشه 1، بالایی هم که همش 1 میشه. خیلی خب 0.3 مول الکترون از اون عبور کرده. من میگم 0.3 مول الکترون چند مول هاش مثبت تولید کرده. خب پایین مول ضریبش 4، پایین مول ضریبش 4، اینجا برمیادیم به رسم میاریم 0.3 مول هم هاش مثبت تولید شده. حجمش 3 لیتر بوده، تقسیم بر 3 لیترش میکنم که جواب بشه 0.1 مولار هاش مثبت. پهاش بدیهیه که میشه منفی لوگ غلظت هاش مثبت، یعنی 10^-1 که جوابش میشه 1. یعنی جواب یا گزینه 1 یا گزینه 3 خواهد، گزینه 2 و گزینه 4 حذف. میگه که وزن نقره تولید شده تقریبا برابر چنده. ببینید بچه‌ها، سوالی که مثل اینه، یعنی سوالی که دو تا معادله دارن، برای اینکه کار شما راحت تر بشه ماده مشترک رو پیدا کن. الان تو دو تا معادله الکترون ماده مشترک هم ضریبش کن. مگه ضریب این 4 نیست؟ 4 تا الکترون مگه آزاد نشده؟ خب این 4 تا الکترون رو بالا گرفته دیگه، پس بالایرم با 4 تا الکترون موازنه کن. اگر الکترون بشه 4، اینم میشه 4، اینم میشه 4. چه کمکی من میکنه؟ خب مواظب خیلی مواظب سریع تر میشه. حالا میگم 0.3 مول الکترون چند گرم نقره، پایین مول ضریبش که 4، پایین گرم جرم مولیش 108، ضرب در ضریب نقره که اونم شد 4. وقتی هم ضریب کردیم شد 4. 4 با 4 ساده میشه، میشه 3 8 تا 24 تا، 3 0 تا 0 تا 2 تا، 3 1 هم که 3 تا، یه رقم اعشار داره، 32 4 دهم گرم آژه. یعنی جواب میشه گزینه 1.